تضاد منافع امریکا و روسیه و نگرانی ها از تأثیر آن روی اوضاع افغانستان. هرچند روسیه با درک منافعش برای تأمین امنیت ملی روسیه و محدودسازی پایگاه های حراس افغانان جهانی در مرزهای آسیای میانه، در آغاز مداخله نظامی امریکا به افغانستان خاموشی استراتژیک اختیار کرده بود. اما اکنون با تشدید روند گفتگوهای صلح دیده می شود که مسکو سکوت استراتژیک خود را شکسته، خواهان ایجاد نقش بیشتر در حل مسائل افغانستان است. این که تضاد منافع واشنگتن و مسکو در افغانستان بر سر چیست؟ چرا روسیه سکوت استراتژیک خود را شکسته است؟ پیامدهای تضاد این دو ابرقدرت برای افغانستان چیست؟ و در نهایت گزینه مناسب برای ثبات افغانستان کدام یک خواهد بود؟ در همین موارد بیشتر بحث میکنیم. بینده های عزیز سلام، به برنامه دیدگاه این هفته با من حارث جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان دکتر عبدالعلی محمدی استاد دانشگاه، دکتر نبی مصداق آگاه مسائل سیاسی، عبدالشکور سالنگی آگاه روابط بین الملل و تا لحظات دیگر دکتر عمر صدر پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نیز با ما خواهد پیوست. مهمانان گرامی به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای محمدی، بحث میخوایم با شما آغاز بکنم. اینکه آیا تضاد منافع میان امریکا و روسیه در افغانستان محسوس است و اگر این تضاد منافع محسوس است بر سر چی است؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما هم مهمانان عزیز برنامه و بینندگان عزیز و گرامی. واقعیت قضیه ای هست که ما اگر تاریخ افغانستان رو مطالعه بکنیم، از روزی که جغرافیای سیاسی به نام افغانستان ایجاد شده تا به امروز، این جغرافیا با تأسف فراوان میدان نبرد و منازعه قدرت‌های بزرگ دنیا بوده. اگر چارچوبه جغرافیایی را ما در نظر بگیریم، بر اساس متون تاریخی خطوط مرزی یا سرحداتی که برای جغرافیا کشیده شدن توسط قدرت‌های بیرونی بوده. یعنی ما سه معاهده ای را که سرحدات افغانستان فعلی را مشخص میکنه توسط خود افغانستان ایجاد نشده و نوشته نشده و نقشی نداشته، بلکه قدرت‌های قرن 19 و 20 زمان بریتانیا یا به تعبیر دیگه انگلیس و شوروی سابق نشستن معاهدات را امضا کردند، یا معاهده پاریس مرز غربی ما را مشخص کرده، معاهده مسکو مرز شمالی ما را مشخص میکنه و معاهده دیورند هم مرز جنوبی و جنوب شرقی ما را مشخص میکنه. بنابراین این جغرافیا از آغاز به گونه ای بوده که مورد منازعه و مورد چشم داشت و تاخت و تاز قدرت های بیرونی بوده. در دوران اخیر، به خصوص بعد از اینکه افغانستان مورد تجاوز شوروی سابق قرار گرفت و جهاد شکل گرفت و مردم افغانستان در برابر اشغال قیام کردند، زمینه برای مداخله آمریکا و کشورهای غربی هم فراهم شد. بدون تردید دوران جهاد و بعد از او شکل گیری گروه های مختلف دیگه بعد از مجاهدین و طور مشخص گروه طالبان، اینا در حقیقت در نتیجه اینمی منازعات کلان بین المللی و سیاسی بود که در افغانستان شکل گرفته بود و نقش برجسته و اصلی را در این منازعات به خصوص از دهه 1990 به این طرف شوروی گذشته سابق یا آمریکا داشتند و تا به امروز اینمی منازعه به گونه گاهی وقتا شدید میشه، گاهی وقتا ضعیف و کمرنگ میشه، هنوز هم به قوت خود باقی است. ما شما میبینید دکتر سبه، مو شکلی که شما اشاره کردین اگر بیشتر مطالعه میشه دیده میشه که از سال 2001 تا سال 2014 شدت تضادهایی که بین ایالات متحده آمریکا و روسیه وجود داره بسیار شدید نیست، اما با ایجاد حکومت وحدت ملی اون شکست استراتژیک را که روسیه در برابر مداخله آمریکا داشت شکسته میشه و بیشتر از آنچه که نزدیکی با طالبان از پرده بر میداره و مخالفت های بسیار شدید در مورد ماموریت ایالات متحده آمریکا هم حتی در سطح شورای بین شورای ملل متحد و همچنان سازمان ملل متحد موقف گیری میکنه. یعنی فکر میکنین چه موضوعات بسیار عمده به عنوان منافع مشترک میان آمریکا و افغانستان هست که هنوز حکومت افغانستان نتونسته ایره تعریف بکنه؟ ببینید، ما زمانی افت و خیزها در معادلات یا معاملات دو قدرت بزرگ را بیشتر حس میکنیم و درک میکنیم یا میتونیم بفهمیم که چرا این افت و خیزها وجود داره، که اهداف جنگ افغانستان را مشخص کنیم. ما باید مشخص کنیم، یعنی در نتیجه تحلیل درست به دست بیاریم که هدف از جنگی که در افغانستان جریان دارد چیست.
زمانی که آمریکا و ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا به افغانستان حمله کرد، آقای رابرت فیست که از روزنامه‌نگاران بریتانیایی که آدم سرشناس و مشهوری هم هست در ایندیپندنت کار میکنه، ایشان اون زمان یک جمله جالبی داشت و سخنش ای بود که ما وارد جنگ شدیم که نمیدانیم برای چی می جنگیم و تا کی می جنگیم. یعنی در واقع وقتی ایشون میگه ما، یعنی کل اروپا را خطاب قرار داده بود، یعنی به نمایندگی از اروپای سخن را میگفت. کسانی که هم پیمان شده بودند با ایالات متحده آمریکا و عضو ائتلاف بین المللی مبارزه علیه تروریسم شده بودند، به همین جهت موضع گیری یا مقابله ای که شوروی یا روسیه فعلی در طرف مقابل هم انجام داده یا انجام میده بستگی به اونمو عامل اصلی داره. شاید در آغاز مثلا تا سال 2014 که یک مقدار تحرکات یا واکنش شوروی یا روسیه آرامتر بود و سبکتر بود، به این خاطر بود که احساس خطر شاید کمتر کرده بود، شاید هنوز نتانسته بود اهداف پنهان آمریکا را از حضور در افغانستان و از حمله به افغانستان به دست بیاره. بعد از این شاید یک مقدار روشنتر حس کرده، شاید بهتر محسوستر میفهمه که حضور آمریکا به چه دلیل بوده. در واقع افغانستان یک میتونه این رقمی باشه که تخته خیز باشه برای آمریکا تا در سطح منطقه بتونه یک جولان وسیع‌تر و کلانتری داشته باشه. اما یکی دولت افغانستان در این قسمت شما در آخر فرمودید چی میتونه بکنه، متاسفانه دولت افغانستان نتونسته در این وضعیت از این فرصت استفاده کنه و وضعیت متعادل کننده ای را برای خود تعریف بکنه که با تعریف او وضعیت متعادل کننده بین منافع قدرت های بیرونی یا آمریکا و شوروی بتونه وضعیت به نفع خود تغییر بده. فکر میکنین که هدف از تداوم جنگ و اختلافاتی که میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در افغانستان وجود داره بیشتر چی است؟ و یک برداشت مشترک از چگونگی جنگ در برابر تروریسم وجود داره پیش ایالات متحده آمریکا و روسیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام دی میز محترم و گردنوالو تا تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه غواړم شروع وکم چې مونږ باید د افغانستان خبره وکړو. په دې اولسو یا د څلوېښتو کالو په نارامیو کې مونږ دوه سوه احمدشاه بابا په اولسو او څلوېښت کې افغانستان سرحدات وټاکل. دا چې وروسته تغییرات پکې راغلل هغه بېله خبره ده، لیکن دا دوه سوه کاله کېږي چې مونږ په کوم همسایه باندې تجاوز نه ده کړی او چا سره په جنګ کې نه یو. همیشه په مونږ باندې تجاوز شوی ده او هر چا چې په مونږ باندې تجاوز کړی ده بلاخره پښیمانه شوي دي، شکست خوړلی ده. لکه په دا شلمه پیړۍ کې درې ابر قدرته په افغانستان کې په ګونډو شوي دي. انګلیس په 1919 کې، روسان په اووه نوي نه تر اته نوي پورې، او امریکایان د 2001 نه تر اوسه پورې په خپورې دي. نو په افغانستان کې جنګ نه دي مونږ په ګټه ده او نه دي نورو په ګټه ده، او هر څا چې دلته راغلي دي او دا جنگی په مونږ باندې تحمیل کړی ده بلاخره پوهېدلی دي چې دوی د دې ځینه په بریالیتوب سره نشي وتلی. دا چې اوس روسان او امریکایان تر اوسه چې په دې جنگ کې اخته دي او دواړو ته یې د نقصان، روس خپل شوروي امپراتوري لاسته لاړه او امریکایانو تر اوسه یو تریلیون ډالر دلته مصرف کړي دي او نه پوهېږي چې لاسته راوړنه یې څه ده، نو دوی بیا هم اخته دي او په افغانستان کې مداخله کوي. دلیل دا ده چې د دوی سیاست یو داسې یو سیاست طرحه شوی نه ده چې هغه ټول حکومتونه چې راځي هغه تعقیبوي. چی که با مصداق گذشته تاریخی مداخلات کشورها رو در افغانستان شما ذکر کردین، حداقل نشان میده که یک زمینه که در داخل افغانستان باید وجود داشته باشه که پای قدرت های بزرگ در اینجا کشیده شده. این زمینه ها فکر میکنین چی است؟ چرا کشورهای ابرقدرت مثل ایالات متحده آمریکا، مثل روسیه علاقمند به ایجاد نقش و داشتن سهم بیشتر در مسائل افغانستان است؟ گوره ده هر یو لپاره افغانستان یو لاسته راوړنه و دوی په فکر کوي نیسی. انگریزان غوښتل چې
افغانستان د لوی هند یو برخه وګرځوي او دا د دوی و مستعمره پاتشي چې داسې ونه شول درې جنگونه ورسره وشول روسان غوښتل چې ګرم اوبو ته لاړ شي او ټول کال دوی وکولی شي چې د بهر نه استفاده وکړي او د بهر دپاره افغانستان د دوی لپاره لومړی قدم و چې هغه ترسره نه شو امریکایان نو باندې حمله وشوه د افغانستان نه د دوی راتګ په حملې پورې مربوط ده یعنی آنچه را که ایالات متحده امریکا شعار میده که هدفش مبارزه با تروریسم است فکر میکنین یک شعار واقعی است به خاطر مداخله در امور افغانستان خب که د تروریسم په مقابل که دوی جنگیده هلته خو یوازې طالبان و اوس تقریبا شپږ ویشت ډلې دلته په افغانستان که تروریستی ډلې شته او دا شپږ ویشت ډلې هم ورځ په ورځ داعش د مثال په ډول قوي کیږي نو هغه مخه نه ده نیول شوی نو امریکا فقط دلته راغلو چون په دوی باندې جنگ نه و تحمیل شوی چا په امریکا باندې د جاپان نه وروسته چا په امریکا باندې حمله نه وه کړې دا چې د نیویارک د تجارتي تعمیرونه ړنګ شول دا چې په پنټاګون باندې حمله وشوه دا د دوی دپاره یو شی و چې باید د خپل ملک ته یې خپلو خلکو ته یې ویلي وای چې موږ څه کولی شو یو څه وکړو او همدغه دلیل و چې دوی افغانستان ته راغلل تشکر آقای صدر خوش آمدین آقای سالنگی از شما میخوایم پرسان بکنم آنچه را که آقای محمدی اشاره کردن به خاطر دانستن تضاد بیشتر امریکا و روسیه نیاز است که عوامل جنگ در افغانستان اول بالایش تمرکز بکنیم فکر میکنین چه عوامل در داخل افغانستان سبب شده که تضاد منافع ایالات متحده امریکا و روسیه در برابر هم قرار بگیرند و روسیه و در ایالات متحده امریکا در این اواخر در کنار هم و در برابر هم قرار بگیرند بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام احترام خدمت شما مهمانان عزیز حضرات دکتر و بینندگان محترم تلویزیون خورشید خب طبیعی است که جنگ افغانستان یک گذشته تاریخی پیچیده جغرافی افغانستان داره که این گذشته تاریخی یک وضعیت حاد و شکننده برای افغانستان برمغان آورده یعنی بیشتر جنگ ها در افغانستان معلول یک قانونیت است که ریشه در جغرافی افغانستان داره و این قرار گرفتن افغانستان بر سر چهارراه امپراتورها و جهانگشایان است شما اگر از گذشته های دور به این طرف بررسی بکنین اسکندر مقدونی نامده بود با مردم افغانستان به جنگ آمده بود که به هند بره خب اینجا جنگید حتی میگن که زخمی هم شد بالاخره اون زخم شاید باعث مرگ شده باشه و اگر چنگیز آمد با افغانستان نمیخواست به جنگه میخواست بره بغداد مثلا حکومت خلافت عثمانی عباسی را مزبل بسازه اگر تیمور آمد هازل قیاس اگر انگلیس آمد انگلیس هیچ وقت نمیخواست افغانستان مستعمره بسازه افغانستان فقط ظرفیت لازم برای انگلیس بود که بخواد هزینه بکنه برای نگه داشتن از او صرفا میخواست افغانستان یک کشوری باشه که فضا را در اختیار رقبای انگلیس قرار نده که او وقت در ابتدا فرانسه بود که ناپلئون بود با توجه به هدف جهانگشایی که ناپلئون داشت و بعدا روسیه تزاری جانشین از اون شد و بعدا اتحاد جماهیر شوروی که با عقب نشینی خود امپراتوری بریتانیا از حوزه اوراسیا و آسیا پاسیفیک بریتانیا دیگه افغانستان با حال خود رها کرد که حتی برش استقلال داد در یک مثلا حالت نمایشی گونه که گفته میشه شوروی هم که به افغانستان لشکرکشی کرد برای شما باید منطق نظام بین الملل یا ساخت نظام بین الملل تجزیه و تحلیل کنید که علت جنگ در افغانستان در اون زمان چی بود شوروی ها دقیقا افغانستان در آخرین مرحله از وضعیت بری اوراسیا قرار داره که متعلقه به اصطلاح حوزه نفوذ اتحاد جماهیر قدرت زمینی زمان شوروی میشد و از طرف دیگر افغانستان دقیقا مدخل قدرت های دریایی بود که در گذشته انگلیس بود و بعدا ایالات متحده جانشین از او شد دقیقا شما بینین در زنجیره جورکنان که در امو منطق صد نفوذ ایالات متحده برای مهار شوروی ریخته بود بعد از جنگ جهانی دوم افغانستان در یک از او زنجیره ها قرار داشت که حائل بین دو تا کشور بود اگر سیاستمداران افغانستان در دقیقا در بعد از جنگ جهانی دوم و در اوج جنگ سرد اشتباه نمی کردن و منطق نظام بین الملل درک می کردن بخصوص مثلا داوود خان شاید ما به این سرنوشت دچار نمی شدیم یعنی درست از جغرافی ما یک جبر برای ما آفریده که همیشه باید امپراتور از یا عبور بکنه و یک پسگردنی به ما بزنه ولی حداقل با یک سیاست که ما بتونیم منطق رفتار دولت قدرت ها را درک بکنیم میتونستیم خود از خطر
به اصطلاح به دور نگه داریم یا حداقل خود را وقایع بکنیم یا حداقل با پیوستن به یک قطب بتونیم از میزان آسیب پذیری خود نسبت به قطب های دیگه یا طرف های دیگه کاهش بدیم. این اشتباهاتی بود که در گذشته خب با توجه انجام میدادن به خصوص اشتباهات تاریخی گذشته. فکر میکنین در حال حاضر تضادی که در میان روسیه و ایالات متحده آمریکا وجود داره در افغانستان بر سر چی است؟ دقیقاً این ریشه در بحث ژئوپلیتیکی و سطح نظام بین الملل داره. یعنی ما همیشه باید تحلیل وضعیت افغانستان از سطح نظام بین الملل بیام شروع بکنیم، چون در داخل ما دولت افغانستان فاقد توانایی تاثیرگذاری بر محیط پیرامونی خود است. این محیط پیرامونی است که بر افغانستان تاثیر دارد. در گذشته بیشتر سطح نظام بین الملل سطح ساختاری بر افغانستان تاثیر می گذاشت و ما برخورد بر قدرت ها را دیدیم. در بعد از 1991 که سطح سیستمی کاهش پیدا کرد، یعنی فشارش کم شد از منطقه با فروپاشی شوروی، سطح منطقه‌ای فعال شد که ما دیدیم مثلا فعلا افغانستان درگیر یک نزاع سطح منطقه‌ای بین قدرت‌های جنوب آسیا است که هند و پاکستان باشه و بخشی از جنگ افغانستان معلول از او چیز است. اما باز دوباره مباحث ژئوپلیتیکی دوباره داغ میشه و بر سر به اصطلاح بر صدر اهداف کشورها قرار میگیره. دقیقاً اگر بخویم رفتار ایالات متحده و روسیه را بررسی بکنیم از 2001 به این طرف و با توجه به کاهش قدرت روسیه، روس‌ها بعد از فروپاشی شوروی به این به اصطلاح امیدواری بودند که با پیوستن با اردوگاه غرب میتونن از این فشارها و از این مشکلات اقتصادی که شوروی برایشان گذاشته بود بیرون شون. خب چنین چیزی نشد. بالاخره تفکر دیگری بر روسیه حاکم شد که تفکر اوروساگرایی میگن که فعلا پوتین ازمو نماینده ازمو تفکر است. اینا گفتن که روسیه یک کشور پر ظرفیت است، پر قدرت است، در گذشته یک امپراتوری قدرتمند بود، یک قطب جهانی را تشکیل داده بود، باید روسیه دوباره با استفاده از ظرفیت درونی خودش و او به اصطلاح اشتراک را که با شرق و غرب داره، یعنی به عنوان یک کشور اوراسیایی باید بیاید تعریف بکنه محیط پیرامونی خود و به عنوان یک مدیر اصلی در این محیط پیرامونی حداقل فعال باشه. خب در حال حاضر تعریف را که روسیه از محیط پیرامونیش داره این چقدر واقعی است؟ تفاوتی را که ما اگر بخوایم با روسیه فعلی که پوتین مثلا باشه از 2001 به طرف که داره بیشتر جان گرفته میره روز به روز با گذشته بررسی مشخص بسازیم، یک چیزی که یک فرضی را که بر اساس مطالعات امروزی باطل انگاشته شده، اما دست تلاش روس‌ها برای رسیدن به آب‌های گرم است، یعنی امو آرزوی پتر کبیر. در حالی که امروزه ما میفهمیم که در قرن 19 روسا برای که انگلیس مصروف نگاه کنه و تمام قدرتش متمرکز در جنوب بسازه که تا در اروپا بتونه علیهش رقابت بکنه، مسئله دسترسی به آب‌های گرم تر کرده بود. ولی روسیه امروزی حداقل در مورد پیرامونی خودش که اوراسیا باشه، یعنی اوراسیا وقتی که میگیم شما آلمان به عنوان هلال داخلیش این طرف در نظر بگیرین، اون طرف مثلا ژاپن در نظر بگیرین و در جنوب افغانستان و بعد اون طرف شرق دور که کوریا باشه و تا ترکیه، در این محدوده روسیه برای خودش منافع حقیقی و واقعی تعریف کرده، چیزی که قبلا جز اتحاد شوروی بود. روسیه میگه که در این حوزه باید روسیه به عنوان مدیر اصلی عمل بکنه، اگر دیگرا در این حوزه مداخله میکنن روسیه باید حضورشون تعریف شده باشه. سالنگی اگر چنین باشه، پس از سال 2001 تا سال 2014 فکر میکنین چرا روسیه یک استراتژی خاموشی را اختیار کرده بود و هیچ گونه واکنش تند در اوضاع افغانستان در برابر امریکا نداشته؟ خب این معلول هم علت تعامل روسیه با ایالات متحده در سطح نظام بین الملل است. سه دوره مشخص ما یک مقاله در این زمینه نوشته کردیم، موجود است که روابط روسیه و ایالات متحده در خصوص موضوعات جهانی و افغانستان تعیین میکنه. دوره اول دوره معاهدت است که بعد از 2001 اتفاق میفته تا اوایل 2010. در این دوره روسا احساس میکنند که ایالات متحده برای از بین بردن عوامل ناامن کننده که بیشتر استعمارگرای پایکارجو باشه وارد منطقه شده، کار ما را آسان ساخته. ما در قفقاز با مسلمان ها درگیر هستیم، در آسیای مرکزی درگیر هستیم، چینایا در سینکیانگ درگیر هستند. خب ایالات متحده آمده بساط کل از این را برمیچینه، برای ما خوب است، یعنی مصرف برای ما نیست. چیزی را که حتی روسا، یعنی انتقادی که ایالات متحده پیش از 2001 بر روسا
میکردن در مقابل مسلمان ها بعد از او امریکای خاموش نه و این فرصت برای سرکوب از او عوامل بود اما کم کم روزها با توجه به قدرت روزافزونشون چون یک مفروض وجود داره که به هر میزانی که قدرت روسیه در اساس نظام بل بیشتر شوه به اون میزان تعارض با ایالات متحده بالا میره و شما این تعارض روز به روز بیشتر شده میبینید با توجه به افزایش قدرت روسیه امروزه روسیه احساس میکنه که ایالات متحده در به اصطلاح در هارلند زمین جا گرفته و مانع از قدرتمند شدن بیشتر روسیه میشه از این خاطر باید علیه ازی هر کاری که میشه لازم است انجام بده تا ایالات متحده حضورش را تعریف بکنه بر وفق مراد روسیه در این منطقه از جهان فکر میکنین چرا با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی این تضادهایی که در قسمت منافع روسیه و ایالات متحده آمریکا در داخل افغانستان است شدت میگیره تشکر از شما تا جای موافق هستم با دیدگاه ایشان و فکر میکنم که تضاد بین منافع روسیه و آمریکا را شما میتونید در ساختار بین المللی ارزیابی بکنید و یک نوع تحول هم که از موقف روسیه شما از سال 2001 به این طرف مشاهده میکنین تحول پیچیده است روس ها از آغاز سال 2001 از حمله آمریکایی ها به افغانستان حمایت کردند تصورشون می بود که آمریکایی ها آمدن گروه های اسلامگرای افراطی را در این منطقه سرکوب میکنن از همون خاطر هم از وقتی که در سال 2005 آقای کرزی پیشنهاد میکنه که یک فهرست از طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد فهرست 1267 باید بیرون کشیده شود تنها کشوری که ویتو میکنه ایر روسا هستند تلقی روسایی است که بیرون کشیدن طالبان از این فهرست باعث میشه که گروه های شورشی و اسلامگرای دیگه در کشورهای آسیای مرکزی که تهدید اصلی برای روسیه هستند اونا ترغیب شوند و عین راهکار را پیش ببرند که طالبان گرفتن اما شما از این موقف روسیه که به شدت یک نوع از موقف ضد طالبی است اکنون شما روسیه را دارین که در چارچوب فرمت مسکو بر طالبا پلتفرم دادن میشه و اونا وجهه بین المللی مشروعیت بین المللی دادن میشه خب اما تو گفته شده که تصور روسایی است خب آمریکایی ها در چندین سال که حضور داشتن در افغانستان در مبارزه علیه شورشگری ناکام بودند نتونستن که طالبان را مهار بکنن بر علاوه از اینکه طالبان را مهار نتونستن چندین گروه شورشی دیگه در افغانستان فعالتر شده است از او خاطر روس‌ها بر علاوه که این مسئله را در نظر دارن شما در نظر داشته باشید که روس‌ها با آمریکایی‌ها در مسئله سوریه هم درگیر هستند بدون شک روس‌ها می‌خواهند که بدبستان‌های وقتی که مسئله افغانستان مطرح میشه سوریه مطرح میشه و مسئله شرق اروپا مطرح میشه آمریکایی‌ها را در این منطقه زیر فشار قرار بدن با در نظر داشت از اینکه لوریج یا نفوذی که بالای طالبان تانستن ایجاد بکنن خود روس‌ها و مطالبات دیگه خود را از آمریکا نه تنها در افغانستان بلکه در مناطق دیگه هم داشته باشن شما در مسکو فرمت شاهد بودین که روزها بر طالبان 15 دقیقه مطلق پلتفرم دادن که اونا به رسانه‌های بین‌المللی سخن بدن در حالی که برای گروهی که از افغانستان رفته بوده که اضافه تر از 5 دقیقه فرصت ندادن گمانه‌زنی موجود داره که روزها بودن که مانع ملاقات هیئت افغانستان با طالبان در نشست مسکو شده بودن به خاطر اینکه خب با در نظر داشت نفوذی که طالبان دارن پول امکانات دیگه که گفته میشه در اختیارشون قرار داده شده روس‌ها بر آمریکا میخواهند بفهمانند که حال تنها شما نیستین یا پاکستان نیست که نفوذ کافی بالای طالبان داره خب در همین مورد آقای صدر فکر میکنین که روسیه چه اهداف را دنبال میکنه بارها مقامات آمریکایی اتهامات را بر روسیه وارد کردن گویایی که گروه هایی که زیر نام طالبان در ولایات شمال افغانستان می جنگن در اختیارشان جنگ افزار و تجهیزات نظامی روسی قرار داده میشه یعنی از یک طرف جنگ افزار برشان فراهم میکنه و از طرف دیگه هم پلتفرم میته در حالی که در مخالفت با اون دیدگاهی که از سال 2001 به این طرف وجود داشت قرار داره خب یک دیدگاهی است که یک نوع الائنس یا یک اتحاد غیر رسمی در منطقه از جانب روس‌ها، پاکستانی‌ها و ایرانی‌ها تشکیل شده و این اتحاد به شکل غیر رسمی غایت نهایی و هدف نهاییشان است که هر نوع حل مسالمت‌آمیز قضیه با طالبان در افغانستان منتج به خروج آمریکایی‌ها از منطقه شود. خب یک فرضیه است اما روس‌ها باید این را بدانند که با خروج آمریکایی‌ها از افغانستان مسئله افغانستان به حد پیچیده خواهد شد که هزینه جنگ را نه روس‌ها می‌تونند متحول شوند با در نظر داشت او متحدین سابقه و سنتی که اونا در افغانستان دارند روس‌ها ظرفیت از این را ندارند که بعد از خروج آمریکایی‌ها هزینه جنگ را خودشان متحمل شوند ایرانی‌ها مطلقاً نمی‌تونند بدون شک با یکی از پراکسی‌های خود داخل جنگ میشن. خب
خب نتیجه گیری است که یکی که روس ها شاید در امو ارزیابی ها یا کلکولیشن های خود مبنی بر خروج امریکایی ها یک نوع اشتباه کردن. هدف غایشان است که امریکایی ها بیرون شود و منطقه به اینا تخلیه شود. اما در کل من فکر میکنم که بیشتر از این فرضیه هدف روسایی است که آمریکایی ها را در مناطق مثل افغانستان زیر فشار قرار بدن، با در نظر داشته که نفوذ که از طریق طالبا دارن، تا در جاهای دیگه بتونن از امریکایی ها امتیازگیری بکنن. تشکر. آقای محمدی، بحث دیگه ای است که چرا هم ایالات متحده امریکا و هم روسیه یکی دیگر اتهامات میبندن مبنی بر پشتیبانی گروه های عراس افغان. شما شاهد هستین که بارها زمیر کابلوف در رسانه ها ادعا کرده که ایالات متحده امریکا گروه زیر نام داعش در افغانستان پشتیبانی میکنه، اما مقامات امریکایی برعکس ادعا میکنن که گروه طالبایی که در شمال افغانستان میجنگن از طرف روسیه پشتیبانی میشه. یعنی فکر میکنین که از گروه های حراس افغانی که در افغانستان میجنگه به عنوان یک وسیله هر دو طرف استفاده میکنن به خاطر به دست آوردن منافعشان؟ خب بدون تردید که عنوان تروریسم یا گروه های تروریستی یک بهانه هست یا یک مستمسک است برای اقدامات کلانی که آمریکا و روسیه میکنه، جای تردید درش نیست. مشکل اساسی در اینجاست که متاسفانه در نظام بین الملل ما تعریف روشنی از تروریسم نداریم. هر مجموعه سیاسی یا هر قدرت سیاسی دنیا خودش از یک تعریف مطابق نظر و میل خود ارائه میکنه. ما پیشتر از آیفیس یاد کردم یک جمله دیگه هم در همون زمان خیلی هشدار دهنده بود که ایشان گفت آمریکا در جنگی که در افغانستان آغاز کرده با دنبال دشمنان تروریست خود هست، نه دنبال دوستان تروریست خود. این خیلی معنادار است، این سخن که از زبان یک روزنامه‌نگار بسیار مشهور اروپایی گفته میشه. این دقیقا به همینجا برمیگرده که تروریسم مفهوم مبهم است. هر مجموعه ای را که آمریکا قبول نداشته باشه نام تروریسم میگذاره و هر مجموعه ای را که روسیه قبول نداشته باشه او نام تروریسم سرش میگذاره. لذا تا زمانی که ما در نظام بین الملل روی یک تعریف مشخص و شاخص های تعیین کننده در رابطه با شناسایی تروریسم به تفاهم نرسیم، این منازعه ادامه داره و متاسفانه راه را برای مداخلات قدرت های بیرونی فراهم میکنه. افغانستان هم متاسفانه خصوصا در 40 سال اخیر دستخوش اینمی تحولات بوده. در یک مرحله عرض کردم وقتی جهاد شروع شد، حالا روزها با هر ایده و هر ذهنیت و هر هدفی که آمدن افغانستان رو اشغال کردن، در این طرف آمریکایی‌ها وارد عمل شدن به حمایت از مجاهدین و وارد غیر مستقیم وارد جنگ افغانستان شدن، تا اینکه سرانجام منجر به فروپاشی شوروی و اخراج روس‌ها از افغانستان شد. امروز وضعیت کاملا برگشته. ما تصور می هست که روسا در سکوتی که پیشتر شما اشاره کردین از 2001 تا 2014 چرا اینا سکوت کرده، این سکوت نبود که از روی نفهمی باشه، روسا نفهمیده باشن گپ چی است. ما تصور می هست که روسا عمدن و خواسته و حساب شده سکوت کردن تا آمریکا رو داخل یک منجلاب بکنن، بعد از امو جایی که آمریکا اینا رو ضربه زده انتقام خود بگیره. یعنی امروز به گونه ای شده طالبانی که با حمایت آمریکا، با حمایت عربستان سعودی و پاکستان و متحدین آمریکا شکل گرفت، آمد افغانستان را عملا بیش از 70% جغرافی افغانستان در کنترلش بود و تهدید کلانی برای منطقه شده بود، اما طالبان امروز کاملا در این طرف در این جبهه قرار گرفته و آمریکا از این میترسه. این در واقع نشان میده که روسا اینجا خیلی ماهرانه تر و استخباراتی تر عمل کردن و تانستن میدان را به نفع خود اینجا تمام بکنن. خب. اضافه بر اون چیزی که صدر گفتن که امتیازات بیرونی هم دقیقاً، یعنی جنگ سوریه، جنگ عراق و بحث‌های دیگری که در منطقه هست، اونا هم به گونه یک بدبستان قضیه شریک هست. ولی فکر میکنم نقطه اساسی که وضعیت را به نفع یکی از دو قدرت رقم میزنه افغانستان است. ظاهراً دیده میشه که این مخالفت ها تشدید یافته. در صورت تشدید یافتن این مخالفت ها فکر میکنین چقدر میتونه فاجعه بار باشه برای آینده افغانستان؟ با تاسف افغانستان قربانی این بازی ها شده. یه دیگه عرض کردم پیشترم که خود افغانستان و دولت افغانستان توان لازم را نداره برای اینکه این خطر از خود دفع بکنه.
عملا حکومت افغانستان یا دولت افغانستان هر تعبیری که داشته باشیم یا نخبگان سیاسی افغانستان در طول 40 سال اخیر منفعلانه بازی کردن. البته در طول تاریخ هم رقمی بوده، من تا 40 سال اخیر بیشتر ما و شما شاهد بودیم در منفعل بازی کردن. ایجاد یک استراتژی مشترک از سوی ایالات متحده آمریکا و روسیه در داخل افغانستان میتونه کارساز باشه؟ کی بتونه همین استراتژی مشترک بین اونها ایجاد بکنه؟ خب حداقل در زمان حامد کرزی در سال 2005 تلاش‌های زیادی از جانب ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان صورت گرفت. ببینید دقیقاً او بدگمانی‌های بسیار شدیدی که بین روسیه و آمریکا هست، خیلی سخته که او بدگمانی‌ها رو ما نزدیک بکنیم به اینکه یک اعتماد ایجاد شود که هر دو یک استراتژی مشترک در افغانستان تعریف بکنند. اینجا تنها بحث روسیه هم نیست، بحث ایران و محاصره ایران هم هست، برای آمریکا مهم است. مهار چین و هند هم برای آمریکا مهم هست. بحث به گونه کنترل غیر مستقیم پاکستان هم برای آمریکا مهم هست. لذا افغانستان یک موقعیت جغرافیایی داره که این موقعیت تانسته برای افغانستان این دردسر ایجاد بکنه و از طرف دیگه متاسفانه خود نخبگان افغانستان نمیتونن از این فرصت ها استفاده کنن. اگر اون دمی فاصله 14 سال اول که روسا حداقل ساکت بودن، حالا یا منفعل بودن یا ساکت بودن یا خوشبین بودن، هر چی که بودن، او فضا فضای بسیار مساعدی بود که اگر نخبگان افغانستان و اهل سیاست افغانستان میتونستن از او فرصت آرام یک استفاده خوب بکنه که دیگه ما امروز شاهد این وضعیت نمی بودیم. تشکر. ولی چون او فرصت از دست دادیم، رسیدیم به یک مرحله شدیدتری از بحران، دیگه اینجا ما کاری نمیتونیم بکنیم. آقای مصداق، پیامد این تضاد برای آینده افغانستان چگونه ارزیابی میکنه؟ متاسفانه چه افغانستان خو د دوی د جنگ میدان ده او دلته وینی چې تویږي یوازې د افغانانو تویږي او دواړه خواوې غواړي چې خپل مشکلاتونه دلته سره حل کړي. کله چې د دوی په ګټه وي، د دو ابرقدرتونو په ګټه وي، یو بل سره همکاري کوي. کله چې امریکایان دلته راغلل، روسانو د لومړي ځل لپاره خپل د ریل لارې د امریکایانو په مخ خلاصې کړې چې هغوی خپل عسکر او تجهیزات راوستل. مرکزی آسیا کې څو هوایی اډې ورته جوړې شوې. اما نن چې روسان فکر کوي چې امریکا داعش تربیه کوي، او مرکزی آسیا چې روسان فکر کوي چې دوی دپاره د انګریزانو چې افغانستان او دغه د فاتا منطقه د دوی حایل منطقې دوی د روسانو په مقابل کې جوړ کړی وي چې هند ته رانشي، نن روسان هم فکر کوي چې د مرکزی آسیا ملکونه یو حایله منطقه ده چې دغه باید وساتل شي. لکه مخکې چې تاسو وویل چې خپل عسکر را وستلی دي یا اډې را وستلی دي په تاجکستان کې، دلته د افغانستان د تشویش لپاره ځای په ځای کړي دي. نو دوی کله چې یو بل نه په خطر کې وي، بیا نو هغه پخوانی دوستي و هغه لارې چې دوی لرلې، یو ورځ ته معلوم شي هغه ټول تغییر خوري. نو په همدې نسبت سره روسان اوس غواړي چې په هر ترتیب سره وي امریکایان په افغانستان کې پاتې نشي، ځکه د افغانستان کې د امریکایانو پاتې کېدل موارد است. آقای پوتین در سخنرانی به عنوان واکنشی که در برابر تصمیم ایالات متحده آمریکا داشت، ظاهرا استقبال از خروج نیروهای آمریکایی نداشت. آقای پوتین اشاره کرد که نیروهای آمریکایی در افغانستان ممکن بیرون شوند چون ناکامی روبرویشان است، هیچ نوع موفقیت در امر مبارزه با توریسم نداشت. خب دانو یک وقت که شاید خبری کلیوی چی ترامپ لا تصمیم نبودی، ولی چی نیمایی اسکر غواری چی او باسی، او نیمایی اسکر چی او باسی، بیا هم نیمایی نور اوزر نفر نور هم دلتشتا، او اوزر یا زیاد و کم دی ناتو هیوادونو دلتشتا. دا فقط زی چی فکر کنم دی طالبانو سره ایوا موافقه دا چی خلیلزاد کلی دا چې د شپږو میاشتو د اوربن لپاره دوی طالبان اصرار کړی ده چې تاسو بسکر وباسئ، او امریکایان اصرار کړی چې تاسو شپږ میاشتې اوربن ټینګ کړئ، او د دې دپاره خو دا اوه زره عسکر به لاړ شي چې دا شپږ میاشتې اوربن ټینګ شي په افغانستان کې. تشکر. آقای سالنگی، فکر میکنین که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و بحث بنبست گفتگوهای صلح و واکنش هایی را که اخیرا حکومت افغانستان در بحث صلح داشت، اینا ربط با تضادهای امریکا و روسیه داشته باشه؟ قبل از یک مفروض خدمت شما عرض بکنم که با تایید صحبت های جناب استاد که روس ها حتی ایرانی ها، یعنی شما وقتی که حتی ایرانی ها میگیم دیگه کشورهای دیگر را شما در نظر بگیرین که چه تصوری دارن، هیچ کدامشان راضی به تخلیه افغانستان از وجود نیروهای بین المللی نیستن.
چون با مجرب یک نیروی بین المللی از افغانستان بره و یک چیز دیگر هم در بین نزدیک خدمت شما عرض بکنم که ما هنوز نفهمیدیم تعریف ما از خروج آمریکا از افغانستان چیست. به نظر ما اگر یک عسکر آمریکایی هم در افغانستان نباشه ولی سفارت آمریکا با می پیمانی که فعلا هست که صدها آنتن در سر بمباش نصبس باشه باز هم آمریکا در افغانستان حضور داره. بایی به معنای از این است که مثل سابق وری که آمریکا شترها را بار کنه چند شب چند روز راه کنه که به این منطقه برسه. در یک ثانیه میتونه افغانستان باز دوباره حالا یک نو هواپیمارشون هم جیدن باز دوباره به خلیج فارس آوردن. یعنی تخلی افغانستان از حضور آمریکا به معنای رفتن آمریکا از کل افغانستان است. مثل از این که شما فرض کنید آمریکا در گذشته در افغانستان یک سفارت بسیار ابتدایی و مثلا با تشکیلات بسیار کوچکی داشت. این بس است. ولی هیچ کدام از این کشورها راضی به خروج آمریکا از افغانستان نیستند چون خلای قدرتی که در افغانستان به میان میاره حاجت نیست که طالب بیا باز دوباره جنگ در اینجا راه بندازه. همین نیروهای تشکیل دهنده نظام موجود هم علیه همدیگر میجنگند. اینا همه فعلا در سنگرها هستند. فقط کافی است که کسی نباشه که اینا علیه همدیگر انداخت کنن. شما آمادگی برای انتخابات گرفته میشه در اون وقت آمادگی برای قلقم یکی دیگه گرفته میشوه. پس در این صورت بیشترین ضرر کشورهای همسایه افغانستان به خصوص روسیه ببینه چون اگر گروه های تروریستی خفه که در آسیای مرکزی اهداف دارن علیه حتی خاک اصلی روسیه اهداف دارن اگر اونا در صورت فاز آزادسازی افغانستان از وجود نیروهای خارجی بتونن دوباره دیگه لانه بگیرن و اونجا اقدامات انجام بدن خب باز دوباره یا قضیه میشه که در دهه 1990 روسیه از افغانستان هراس داشت. چیزی که شما پیشتر گفتین یک کنایه است که یعنی بازی های وقتی که روس ها میگن که امریکایی ها از داعش حمایت میکنن یعنی به معنای حمایت واقعی یعنی درک درست روس ها از این نیست که واقعا امریکا از داعش حمایت میکنن بلکه این کنایه است که اینا به همدیگر میزنن که ما میفهمیم شما در افغانستان چی میکنین و باید برای ما چی بکنین که ما دست از این تبلیغات علیه شما برداریم. بالمقابل امریکا هم چنین کاری انجام میدن. یعنی وقتی که اتهام بندی بر حمایت از توریسم یکی دیگه وارد میشه اینا خودشون میفهمن که زبان طرف چه هست. این که ما نمیفهمیم مثل این خطای میخی که در کتیبه های تاریخ ما مثل از اون میمونه ولی خود از اونا میفهمن که طرف با گفتن از این مساله از ما چه توقع داره که خب کاری انجام بده. از این وضعیت آقای سالنگی فکر میکنین موارد در داخل افغانستان وجود داشته باشه که به عنوان یک منافع مشترک بین روسیه و امریکا مطرح باشه که او سبب ایجاد همکاری در بحث ثبات افغانستان باشه؟ یک چیزی که واقعا این مسئله را سخت میسازه است که رفتار روسیه یعنی افغانستان تابع است از رفتار کلان روسیه و ایالات متحده در سطح نظام بین الملل. اینا اگر رفتارشان در سطح نظام بین الملل معارضت آمیز باشه طبیعتا در افغانستان هم چنین چیزی اتفاق میفته. اگر معارضت آمیز باشه در افغانستان هم چنین چیزی اتفاق میفته که امروزه با توجه به تقابل دو تا قطب یعنی روسا در تلاش هستند که با ائتلاف با چینیا و سایر کشورها که میسن یک قطب علیه آمریکا شکل بدن. چین که در اوراسیا به تنهایی از وجود آمریکا فکر میکنن که برمیان این مشکل است ولی یک جمع یک بین دو کشور ایجاد میکنه است که روسیه با توجه به پیوستگی جغرافیایی که با افغانستان داره بیشتر هراسان است از وضعیت ناامنی در افغانستان و ایالات متحده با توجه به نیازی که به حضور در افغانستان داره حالا این نیاز شاید در دراز مدت در مقابل روسیه باشه یا فرض کنید چین باشه ولی حداقل ایالات متحده در افغانستان مانند سایر کشورهایی که برای اینکه خودش حضور ایالات یعنی یک چیزی که در تاریخ از رفتار ایالات ما میتونیم ببینیم که لیبرال دموکراسی تو هم از با صلاح یک سربازان آمریکایی در یک منطقه حمل میکنن بعد در اونجا بره و بعد از این صلاح سربازا میرن ولی لیبرال دموکراسی میمونه و او پیوند بین آمریکا به عنوان مرکز لیبرال دموکراسی و او کشور کوچک ایجاد میشه چیزی که ما ببینیم با احمد آمریکا ایجاد کرده. این جمعی که ایجاد شده امیست که آمریکا در اینجا حضور داره و روسیه در اینجا آمریکا در اینجا آمده نقش داره حضور به اصطلاح غیر مستقیم داره ولی روسیه با افغانستان همسایه است. دو تا کشور میتونن بر سر افغانستان بر یک معامله دست پیدا کنند که به نظر ما وقتی آقای خلیلزاد با عنوان یک ضد روسی یعنی در استراتژیست های آمریکایی یکی از کسایی که ضد روسیه است و در و همیشه برنامه مهار روسیه را برای آمریکا پیشکش میکنه آقای خلیلزاد اصلا یک به اصطلاح یکی از نیو برژینسکی ها یا نیو مکندر هاست. آقای خلیلزاد وقتی به روسیه سفر میکنه به این معناست که آمریکا به این نتیجه رسیده که با دادن امتیاز به روسیه میتونه بخشی از فشار که در افغانستان روسیه بر آمریکا وارد میکنه او بخشی از فشار کم شده که معامله را که شما اشاره کردین گفتگوهای صلح میتونه این معامله باشه. به نظر من گفتگوهای صلح میتونه یک روپوش بر او معامله باشه که روسا با پذیرش حضور حداقلی و تحریف شده آمریکا در افغانستان بتونن اون نقش فراموش شده و انکار شده که توسط آمریکا در افغانستان از روسیه شده به او دست پیدا کنن که حداقل یک ثبات نسبی
اگر ثبات نگوییم حداقل افغانستان دیگه خرد و خمیر نشه بر اثر رقابت دیگه قدرت کلان. با تجربه از رابطه گذشته مسکو و واشنگتن در داخل افغانستان، فکر میکنین که امکان همکاری دو کشور در افغانستان فراهم باشه؟ خب امکان همکاری دو کشور متصور است، اما مشروط به شرایط است که در چند ماه آینده معطوف به گفتگوهای صلح وضعیت طالبا، آمدن طالبا در داخل نظام باید تعریف شود. اگر قرار است که روسا مسئله خروج امریکایی ها را مطرح میکنن و طالبا هم چون این چیز را اصرار دارن، باور من این است که خروج امریکایی ها را از افغانستان، خروج نظامیشان را باید در یک چارچوب برنامه گسترده ما مطرح بکنیم، به خاطر که تنها تعارض منافع به مسکو و واشنگتن نیست در افغانستان. شما تعارض منافع عربستان ایران را دارین، تعارض منافع پاکستان و هند را دارین. از او خاطر لازم است که در چارچوب یک کنفرانس مشابه به کنفرانس بن مسئله افغانستان دوباره به جامعه جهانی و طرفین زیر دخل که از گروه های داخلی افغانستان مطرح شود و تمام این کشورها تضمین های لازم را باید به میان بیارن که هیچ کدامشان از افغانستان به عنوان مکان علیه منافع کشورهای دیگه استفاده نمی کنن. شما تنها اگر قرار باشه که روس ها تهدید تلقی میکنن از جانب امریکا یا داعش را عنوان میکنن یا هر آن چیز دیگر یا تهدید علیه حوزه نفوذشان که آسیای مرکزی است، باز او خاطر لازم است که در یک دید دراز مدت ما مطرح بکنیم که چطور میتونیم که منافع کشورهای مختلف را که بدون شکی منافع متضاد است با هم بتونیم همشون را پیوند بزنیم، جمع بکنیم. این ممکن نیست برای کشور ضعیف مثل افغانستان که شما میبینید که اختیارات و حتی پروسه صلح خود دولت افغانستان نداره، مگر اینکه ما باید یک میکانیزم و طرح را به میان بیاریم که تمام کشورها تعهد بکنن که افغانستان را به عنوان یک کشور بی‌طرف میشناسن و دو میکانیزم شما میتونید که بسیاری از گروه های شورشی داخلی را مثل طالبان هم مدغم بسازین. بدون شک یکی از خواستهای طالبان هم چون این چیز است. یعنی تصور نمیکنین که چون این اجماع در سطح منطقه هم وجود داشته باشه که ازبکستان می نشست را در بحث صلح افغانستان را اندازی میکنه، مسکو را اندازی میکنه و اینکه پاکستان از دشمن خود تقاضا میکنه که در روند گفتگوهای صلح باید هندوستان هم نقش داشته باشه؟ یعنی نشان میده به او استدلال شما که کشورهای منطقه هم طرفدار برگزاری چنین نشست در بحث افغانستان هستند. خب طرفدار نشست بین المللی من درست نمیدونم که خب بخاطر بالای میکانیزم هایی که ما باید به صلح برسیم در افغانستان دیدگاه مختلف هست. داری موقت به میان بیه، لوی جرگه به میان بیه، یک کنفرانس دیگه باشه. سر هیچ کدام از این متاسفانه ما در داخل افغانستان بحث نکردیم، اما بدون شک کشورهای منطقه بالای از دیدگاه های دارن. اما در نظر داشته باشیم که اگر قرار باشه کنفرانس دیگه برگزار کنیم، شرایط امروز با شرایط سال 1380 فرق میکنه. سال 1380 یک نوع اجماع کلی با ختمش که امریکایی‌ها آنن توضیح کردن به میان آمد. روس ها حمایت کردن، پاکستانی ها مجبور شدن حمایت کردن، ایرانی ها حمایت کردن در بن اول، اما اکنون تمام این کشورها حرف های جدای خود را از امریکایی‌ها دارن. اگر قرار باشه یک ریسک از این کنفرانس هم میتونه این باشه که اگر قرار باشه مسئله افغانستان دوباره به جامعه جهانی مطرح بسازیم، این کشورها خیلی مشکل است که بالا یک آجندای واحد با هم توافق نظر بکنن. آمریکایی‌ها متوجه بودن مسئله هندوستان را گفتن، چرا در سفرهای منطقه‌ای خلیزاد هندوستان شامل نیست؟ آمریکایی‌ها اساسیت هم میدونن که به مجرد که اگر خلیزاد با هندوستان در این فهرست شامل شود، پاکستانی ها اساسات نشان میده. اما پاکستانی خودشان چنین پیشنهاد خب وزیر خارجهش گفته، اما من نمیدونم که چقدر از صدق پالیسی از اونها هست. اما بالاخره خلیزاد ماه جنوری قرار است که یک سفر به هندوستان هم داشته باشه. هدف ما این است که تضاد منافع بین این کشورها هم در سطح منطقه هم دو قدرت بزرگ در سطح بین المللی بالای مسئله افغانستان خیلی جدی است. ما باید راهکار را بسنجیم که چطور میشه تضاد منافع را حل بکنیم. تشکر آقای محمدی. میخوایم راهکار شما را بکنین که راه حل این تضاد منافع چی است که بتونه حداقل ثبات نسبی را در داخل افغانستان تامین بکنه و آنچه که شما گفتین حکومت افغانستان بتونه به نفع خودش سود ببره. خب متاسفانه یک مقدار فرصت ها رو ما از دست دادیم، فرصت های بسیار خوبی را. من دقیقا یادم روزی که موافقت نامه بن امضا شد، جناب آقای خلیلزاد زمان نماینده ویژه آمریکا در منطقه و افغانستان بود. در ختمی که امضا موافقت نامه امضا صورت گرفت،
یک مصاحبه مفصل را ایشان داشت، یک گپ بسیار اساسی را او زمان ایشان بیان کرد که امروز ما هر لحظه می وضعیتی که میبینیم و گپ آقای خلیزاد در ذهن زنده میشه. ایشان گفت دنیا با استفاده از فرصت آمدن یک توافق را ترتیب دادن و همه به این نظر هستند که افغانستان باید از جنگ رهایی پیدا کنه، اما مردم افغانستان و افغان ها باید بفهمند که دنیا دلسوزتر از خود از اونا بر افغانستان نیست. این دقیقا همون حرفی بود که آقای خلیلزاد در روز امضای موافقت نامه بن بیان کرد. امروز بعد از 18 سال و 20 سال بعد از موافقت نامه بن، ما تازه به این نتیجه میرسیم که دنیا برای ما دلسوزتر از خود ما نیست و ما فرصت ها رو متاسفانه از دست دادیم. و چون این ظرفیت وجود داره که ما خود ما باز اقدام بکنیم؟ با تاسف یک مقدار ظرفیت را هم از دست دادیم. یعنی 14 سال اول ظرفیت بیشتر بود. اگه او زمان در همو فضا ما بیشتر کار میکردیم، امروز شاهد این وضعیت نبودیم. در شرایط فعلی با تاسف فراوان، نخبگان سیاسی افغانستان مثل ریگ از همدیگه پاشیده. هیچ مجموعه ای به همدیگه وفادار نیست. حکومت افغانستان از درون پوسیده متاسفانه. سیاست وجود ندارد، نمیدانیم با کشورهای همسایه چگونه برخورد کنیم، نمیدانیم با دنیا چه رقم تعامل داشته باشیم، نمیدانیم با کدام همسایه خود نزدیکتر باشیم، با کدامی که دورتر باشیم. لذا چون در گرفتار فروپاشی درونی به گونه ای شدیم، خیلی برای ما کار سخت است و لذا بهتری هست که استمداد از قدرت های مؤثر در قضیه بکنیم که اونا امو حرکت را که دبون انجام دادن اینجا هم به گونه شبیه حرکت. تشکر. راهکار شما چی است آقای مستاق؟ خب بریخته ده چی مونگ دیر موقع لاسه ور کرده ایما پیادیگی چی کل چی امریکایان دل تراغلل ده جارج بوش رابطه ده کرزی سر دیر سمیمی و ما پیغه وقت که کرزی تا یو چه ولی کل و ده ورور پلاس می ورته را ولی گل چه تا کولشی چه ده امریکی ده حسنیت نه په استفاده سره د ملل متحد لارینه افغانستان دی او به طرف هیواد په صفت سره په دنیا باندې ومني که ملل متحد دا کار وکي بیا مونږ په دغه مشکلات سره چې د 200 کالونه را په دی خو د جنگونو کې اخته یو دغه مخه به ونیول شي. اما هغه ونه شو، مثلا اتریش او سویس او د نورو ملکونو همدغسې یو راهبرد دور په مخه لري او په جنگونو کې دومره نه دی اخته شوي. خو هغه وخت زمونږ نه په لاس تللی ده او ونه شو. پس له دې نه زمونږ د حکومت مشران باید دغه کوچني مخالفتونه چې مونږ په خپل منځ کې سره لرو، واقعا کوچني مخالفتونه دي، دا باید سره حل کړي او دنیا ته یو د اتفاق یو اتحاد یو مخ ور وښيي. یعنی تاکید شما روی ایجاد یک اجماع سیاسی است؟ بالکل، یو سیاسی اجماع باید دلتوی ترسو دی افغانستان خلک شا تا و دریگی، زکر دوی دنور افغانستان خلک هم سر تقسیم کردی. تشکر. که دوی دغه اجماع جوره که افغانستان خلک ور سروی، بیا روس هم منطق وقت نیسی، امریکا هم وقت نیسی، بل هم وقت نیسی. تشکر. موافق است نقای سالنگی با سیاست بیطرفی و اجماع سیاسی؟ برای افغانستان که جغرافیاش برش بلا آورده همیشه بهترین سیاست سیاست بی‌طرفانه است و ما یک دوره سیاست بی‌طرفانه ای را که در دوره شاهی داشتیم یک ثبات نسبی را هرچند صد نظام ملل کاهش یافته بود میزان فشارش بر افغانستان داشتیم ولی این بار که فشار بیشتر هست و ما فاقد توانایی لازم توانایی داخلی لازم برای پیشبرد اهداف خود در سیاست خارجی هستیم به نظر ما باز دوباره در افغانستان امو دوری را که در اواخر قرن 19 اتفاق افتاد یعنی عبدالرحمن خان با امضای با قبول مایده دیورند از فروپاشی کل افغانستان موجود جلوگیری کرد ما باید تن بتیم با آنچه که دیگران معامله میکنه بر سر افغانستان تا حداقل برای ما ثبات و به اصطلاح امنیت نسبی را برمغان بیاره. تشکر آقای صادق. باور ما ای است که ما در افغانستان یک تصور داریم که همه چیز را به بیرون میریزیم. ناسیونالیسم افغانی همیشه ملامت کرده آمریکا را، همیشه ملامت کرده پاکستان و کشورهای منطقه را. فراموش نکنیم که اگر یک بخش کوچک از عوامل خارجی باشند، بخش بزرگ از عوامل که باعث ظهور دوباره طالبان شد، عوامل داخلی هستند. این وقتی که بالای عوامل گپ میزنیم دو عوامل متفاوت از دو سطح است. یکی عواملی که باعث ظهور مجدد طالبان در سال 1380 شد اما بعد از او عواملی که باعث توانمند شدن و شدت نیروهای شورشی طالب شد. عواملی که باعث ظهور مجدد طالبان شد کمتر خارجی و بیشتر داخلی بود. اختلافات درون قبایلی در حوزه قندهار و جنوب افغانستان، اختلافات بزرگتر میان اقوام دیگه افغانستان. شما مثلا یک تحقیق الان گوپال نوشته کردم
در اوجه میگه که در قندهار اقوام پنج پای 27% قندهار تشکیل میتن، در حالی که در ساختار اداری قندهار حدود 10% است. تمام اقوام پنج پای قندهار نارضایتیشان این است که دو قومی که ایلیت ارستوکرات هستند، بارگزای و پوپلزای، تمام منابع قدرت و ثروت را در قندهار انحصار کردند. بخش اعظم طالبا نورزای هستند. دسپین بولدک دو قوم است، اچکزای ها و نورزای ها. نورزای ها با شکه شده شدند. نارضایتی بخش عمده از طالبا نارضایتی درونی میان پشتون ها است. اگر بلندتر بیاین، یک سطح نارضایتی ایدولوژیک علیه سلطه قومی هم وجود دارد. مسئله سوم افرادگرایی دینی مذهبی است که به شدت در داخل افغانستان شما کثرت مدارس دینی، روایت های افرادی دینی. من متوجه هستم که منابع پولی و اقتصاد سیاسی که اینا را آب میته خارجی هستند، اما به یک بخش عمده از این مسائل داخلی هستند. ما و عنوان شهروندان کشور لازم است که مسئله قدرت را، توزیع ثروت و قدرت در افغانستان دوباره بازاندیشی بکنیم. اجماع ملی را که مطرح میکنن، اجماع ملی بر محوریت چی؟ مسائل بسیار پراگنده در کشور هستند. ما باید اول حل بکنیم ای که از نگاه دموگرافیک افغانستان یک کشور به شدت متکثر است، قومی، زبانی، فرهنگی، و ساختار قدرت باید تجلی دهنده چنین تکثر فرهنگی قومی در افغانستان باشه. اگر شما این مسئله را حل نکنین، کشورهای منطقه هر آن می توانند شما را مداخله بکنند، توازن قدرت در داخل افغانستان به نفع خود و به نفع از اقوام افغانستان تغییر بدن. عامل اصلی، عامل داخلی است، باید اینو را بررسی بکنیم، حل بکنیم، بعد دنبال عامل بیرونی. سپاسگزار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده دیدگاه بودین. تا دیدگاه هفته بعد، الله نگهدار.